آره فدات شم. آره زام یاد جون قربونت برم. آره فدات شم. دارم میام که یه سفر تابستونه خیلی خوب با هم داشته باشیم و حسابی حالشو ببریم. قربونم. آره چرا آره دیگه دارم میام کره جنوبی. آره دارم میام کره جنوبی. چرا دارم اصلا کلا سفر میکنم؟ چون نزدن دکمه رو. آره بله خوشخوشانشون شده که نمیزنن دکمه رو. من دارم میام سفر تابستون بگذاری. آره دارم وسایل جمع میکنم که دیگه بیام پیشه. چی؟ نه یه سری عادت ها و قوانین وجود داره. خب میام برمیگم. آها در این حد که اصلا شاید اذیت بشن خودشونو. من خب برام بفرست. من لباسام تنمه. لباس ایندیانا جونزیمو تنم کردم واسه سفر به اکتشافات جدید. آره هرچی قوانین عادت بفرست من بخونمشون. اگه تونستم بیام دیگه. آره فقط چون هزینه‌ش هم زیاده. قربونت برم فدات شم. زدی دکمه رو؟ سابسکرایب کردی دیگه؟ باش قربونت. خداحافظ. چیه؟ سلام علیکم. اول شما خوش اومدین به کانال من. خوش اومدین. میدونین برای چی اینجا این؟ برای اینکه دشمنه بزنید. حدود یکی دو سالی میشه که من خیلی دیدم که توی کشورمون مخصوصا بین جوانها و نوجوانها و سنای کمتر خیلی آرزو شده که برن کشور کره جنوبی. واسه من تصمیم گرفتم که برم کره. اما حالا جدا از اینکه ویدیو و این داستان رو واقعا نیست کره برم، اومدم یه چیز خیلی باحال به دست آوردم. آقا اینقدر که همه دوست دارن، طبیعتاً بی نهایت کشور خفنیه، زیبایی خودشو داره، امکانات تحصیلی، امکانات زندگی، خوشی، عشق، همه چی هستش، ولی آقا اصلا من ایرانی میتونم برم تو این کشور زندگی کنم؟ میتونم اصلا با عاداتشون کنار بیام؟ اصلا به درد اونجا میخورم یا نه؟ یا فقط اینه که فقط آواز دهل از دور خوشه؟ البته که یک خارجی هم ایران زندگی کنه یه عالمه مشکلات سختی وجود داره، ولی خب من امروز اومدم یه سری چیزا رو پیدا کردم و خیلی جذابه. جدا از اینکه تو اینترو گفتم یارو برام فرستاد و سعی کن نمایشی باشه. و اینکه آقا میخوایم ببینیم که اگر من الان ساکم بردارم بلیط بخرم که خیلی هم گرونه، برم کره خیلی اوکیه، راحت همجی میرم ببینم. خب برم کار کنم، میرم که اوکی خونم که بگیرم، برم اینجا مردم که باشن ارتباطم، همه چی اوکیه دیگه. چیز نمیمونه که به جز زدن دکمه سابسکرایب چیزی نمیمونه که. بریم یکی یکی این عادت‌ها و قوانین رو بخونیم و ببینیم که چقدر باحاله. و اینکه ببینم مثلا من آیدین توسلی میتونم، شاید شما بتونید ولی شاید من نتونم. مثلا من فقط خلایق بر هر چیزی. اولین چیز خیلی جالبی که در مورد کره یا فهمیدم اینه که بعد از هر وعده غذایی و حتی بعد از هر نوشیدنی که میخورن مسواک میزنن. خب مثلا ایمان بخواد بره اونجا از 10 دقیقه بار که چای میخوره که نمیتونه مسواک بزنه که. من خودم روزی یه بار مسواک میزنم، دیگه خیلی بخوام هنر کنم دو بار، ولی روزی یه بار میزنم. بعد از هر وعده غذایی که هیچی. الان مثلا 3 وعده غذا، حالا ما ایرانی ها که 3 وعده غذا میخوریم، خب بعدش هر بار پفک میخوره بعدش من نمیتونم اینو، یعنی اصلا نمیشه. یه چیز باحال بهتون بگم، توی خیلی از رستوران‌ها و کافه‌های کره‌ای میان مسواک یه بار مصرف می‌ذارن، خیلی اهمیت میدن، خیلی‌ها با خودشون مسواک حمل می‌کنن که میرن بیرون اگه مثلا یه قهوه چایی که حالا هر چیزی که خوردن بلافاصله بعدش بعد مسواک بزنن. خیلی اهمیت میدن دیگه، واقعا دمشون گرم. من در اون صد نیستم و این کار واسه من خیلی سخته. البته نه دیگه، خب زشت اگه نکنم دیگه، مثلا یه جوری نکنم زشته، انقدر سفید و چیزا، ولی خوبه. این واقعا خیلی عادت خفنی، واقعا کشورهای آسیا شرقی خیلی خفنن توی سری زمینای خیلی سخت. من اینکه مردم کره اصلا بوی عرق نمیدن، یه ژنی دارن که اون عرقشون بو تولید نمیکنه. کلا چینی ها و ژاپنی ها آسیا اینجوریه. من به شخص خودم خیلی عرق میکنم و اگر هر روز نظافت شخصی و حموم و اینا رعایت نکنم خودم نمیتونم زندگی کنم. خب خیلی من فرق دارم، خیلی قشنگ فرق داریم ماها. یه چیزی من خوندم اینکه آقا ژنتیکشون ژنشون یه پیشرفتی داشته، این بدنشون بو نمیخواد. چرا بجرم ما پیشرفت نداشته؟ همینه دیگه، خوشخوشانشون شده دیگه، بو نمیده. یعنی هر چقدر عرق کنن میتونن بعد بو نمیده. ما حالا کافیه که قضا با دستم بیاد بالا. ولی واقعا درمش میگم یه چیز جالب بود، نمیدونم. یه چیز خیلی باحال کره دارن که اگر اسم طرفو با خودکار قرمز بنویسن تو اعتقادشونه که اون طرف میمیره. به یه اتفاق خیلی بد درش میفته. من رفتم الان کره. سلام خسته نباشین. وقت شما بخیر. 200 تا خودکار قرمز اسم نوشته. یه سری نوشته دارم، یه سری اسم میخوام بنویسم. آره خب یه سری چیزا هستش که آقا خرافات هر کشور دیگه. ما خودمون که کشورمون انت خرافات داریم، ولی خب به خودکار قرمز بنویسم. و این که گفتن که اگر یک مرده رو اسمشو به خودکار قرمز بنویسین در برابر شیاطین دفاع میشه ازش و آرامش ابدی به دست میاره. اینا 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 اینا
زندگی هستش که من خودم دارم کره قطعا واسه خیلی از آدمایی که زندگی میشناسم مخصوصا خودکار قرمز باید تهیه کنم بشینم بنویسم یه تومار دارم که باید بنویسم قطعا همه ما ایرانی‌ها یه تومار گنده قرمز داریم فوره مینویسیم تو کره جنوبی مردم کلا ترجیح میدن بیشتر نوشیدنی بخورن تا غذا برعکس من همیشه انقدر اینقدر تب کردم دکتر گفت چرا آب نمیخوری خب شطور شدی داری میمیری مجبورم بیام یه لیتر آب بخورم کلا من خودم خوردنی واسه من سخت ولی بیشتر نوشیدنی میگن که چون یه دوره‌ای تو قدیم منابع غذایی محدود بوده به خاطر همین عادت کردم ولی خب فکر کنم عادت خوب خیلی عادت خوبیه مایعات بخوری خصوصا مایعات سالمی که دوستان میخورن بله من مثل شطور زندگی میکنم تقریبا هفته یه بار آب میخورم صد باز من سخته یکم تو کره زندگی کردم یه اتفاق خیلی بد برای ایمان تتو زدن توی کشور کره جنوبی کار بدی حساب میشه ممنوعه شما نمیتونی این کارو انجام بدی نه که ممنوعه نمیتونی شغل تتو زدن داشته باشی یعنی پزشکا فقط میتونن این کارو انجام بدن و اگه تتو رو بدن داشته باشی مردم بد نگاهت میکنن و یه جور خیلی زشت و قبیحی همه چی هستی اونجوری اینکه شما با وجود تتو اصلا نمیتونی کار پیدا کنی بهتون کار نمیدن پس اگر تتو داری همین الان کنسل سفر بزن بشین خونه پاسپورت ترکیه پاسپورت یونان پاسپورت هلند پاسپورت لوکزامبورگ اینجا ها برو اینجا آسیا شرقی نه به درد نمیخوره کار پیدا کن گوشتگی میمیری تو کره جنوبی نه به کسی خیره شیم داریم رد میشیم چش کنیم مثل اینکه به حریمشون تجاوز میشه و حتی تو ایران اینجوری از نگاه میکنی داشتی سر نگاه کردون نباید خیره شیم اینا حالا تو کشور ما هم وجود داره ولی خب مثل این زیاد نباید خیره شیم و اینکه نباید تو خیابون کسی عکس بگیری قطعا همینه دیگه باطل اینکه میگن به حریمشون تجاوز میشه و اینکه حتی پلیس میگیره میبره تا موقعی که اثبات نکنی من دلیلی نداشته آقا میخواستم عکس بگیرم عکس داشته باشم تا اینو ثابت نکنی تو اداره پلیس میمونی قطعا منو پلیس اونجا میگیره چون من در دیوار دارم عکس میگیرم و یکی به تو کادرم چیکار کنم منو میگیره اگه برین رستوران تو کره برای پیش خدمت یا گارسون انعام بذارین توهین حساب میشه اونجا نباید واسه شخصی پول بذار پول اضافی ممنوعه چون حقوق خیلی خوبی میگیرن یه نوع بی‌احترامی حساب میشه برخلاف کشور مو کشور آمریکا این داستانا اونجا توهین حساب میشه یادتون باشه پاشدین رفتیم اونجا ور نداریم پول بذاریم به اینکه آقا مثلا من انسان بسیار توهینه پشت میدم پرت میکنم بیرون زشته بعد آبرو میبره جلو بعد با اون چاپستی که باش غذا میخوری بازی نباید بکنی تو کره چون اگر حواستون نباشه و غذا رو سوراخ کنین به سراشپز و میزبان بی احترامی توهین وحشتناک حساب میشه اصلا یه جوری که اصلا دعوای داستان میشه خیلی زشته یا یعنی اینکه تو برنجتون اگر دو تا چاپستیکو اینجوری بذارین این چوبارو اینجوری بذارین به معنای مرگه چون شبیه قبرستونه نباید بذارید توهین وحشتناک من خوبه دیگه من اصلا برات بلد نیستم غذا بخورم بعد چیکار کنم البته خیلی تو ایران بلدن ولی من بلد نیستم احتمالاً برم اونجا کلا دعوام میشه یا پلیس منو گرفته یا دعوام شده دیگه بی احترامی حساب میشه دیگه چون بلد نیستم قطعا خوب شد فرستاد اینو خوب شد پیدا کردم و یعنی من الان دستگیر بودم کلا وقتی میری رستوران یا خونه کسی میری یا جایی میری غذا رو تا آخر باید بخورید وگرنه اهانت به سراشپز و میزبان حساب میشه حتی بهتون غذا تعارف کردن اگر ور ندارید توهین حساب میشه البته این واسه من خیلی راحته چون تو تای غذا من همیشه میخورم یه دونه برنج و یه هیچ نمیذارم بمونه چیزی که سفارش میدم قطعا دوست من کلا آدم خوش غذایم واسه من این غذا راحته و تا تاش میخورم این حالت نمیخورم و اینکه چیزی اگه تو رستوران شما که میری اینجا تو غذا میگیری انقدر وسط غذا میاره انقدرشو میذاری میمونه اگر تو رستوران تو کره بری تو غذا بخوری غذات انقدرش بمونه توبیخت میکنن من چیز کلاس رو اصلا میاد اینقدر غذا بخور تا تش تو هم دیگه حالا با من انقدر چاق نمیشی تو ایران که والا یه ذره چیز هستن این غذا هست که با غذا تایی باش خواب نمونه بی کلاسیه او مای گاد هشتگ اندرز گو هشتگ میآورم دیدی تو ایران میگن 13 نحسه دلیلش هم نمیدونم تو کره 4 نحسه چون کلمه 4 شبیه مرگ و مرده نوشته میشه نمیدونم داستان چه جوریه هیچ جا نمیبینی شما مثلا چنم 4 تا 4 کنار هم قرار بدن پلاک 404 تا 404 اگر یکی خونش طبقه 4 واحد 4 باشه اون کلا زندگی نمیکنه اونجا اصلا خونش نیست اونجا خالیه همیشه روی قیمت تاثیر به شدت منفی داره خرافات همه جا دنیا هست کلا دیگه ولی خب خوبه بدونیم دیگه یهو ور نداره مثلا چه میدونم یه لباس مثلا تیم مردان راموس مثلا شماره 4 دیگه یهو با شماره 4 راموس بریم سلام من اومدم کره زندگی کنم حواستون باشه زیاد 4 استفاده نکنید تو ایران هم تو ایران 13 است 13 چرا همینقدر خرافات داره هر کشوری خرافاتی داره دیگه تو کره جنوبی اگه دانشگاه رفتین یا مدرسه رفتین هر جای رفتین به معلمتون نباید کادو بدید قانون وضع شده و این ممنوعه قدغنه و اگر این کارو انجام بدین $25,000 جریمه میشین و یا به زندان میافتین قانون دیگه شما هر کشوری به قانون اشاره نکنی این جریمه رو داره خب گناه من میخوام کادو بدم ولی مثلا سال یک بار دو سال یک بار
میخک های کاغذی درست میکنن، همه بچه ها به نماینده میدن به یه نفر میده بهش، اونم ممنونم مسی ادامه درس قانون دیگه. و اگه هدیه رو میخواین توی کور بدین یا دریافت کنین و با دو دست بدین، در این صورت اهانت حساب بشه. اینو من خیلی دوست دارم، منظورم خیلی جذابه، خیلی اکثر قانوناشو واقعا دوست دارم، به جز خرافات این داستانا قانوناشون باحال، خیلی محترم و با کلاسه. حتی ما هم میخوادم میدیم، من اصلا نیم داداش خیلی زایسته دستی کادو ببین. نه نه یه چیز خیلی جالب وجود داره و اینکه اصلا شبیه جایی نیستش. برای خانم ها اگر یقه خیلی باز باشه و خط سینه معلوم باشه خیلی بده و بهش میگن زیاده روی. خب تو هر کشوری حجاب وجود داره هر چیزی، ولی چیز جالبش میدونی چیه؟ دامن کوتاه و بسیار کوتاه خیلی شیک و مرسوم بین مردم و خیلی اوکی، یعنی دامن خیلی کوتاه پاتون کنید کاملا اوکی، ولی باید یقه بسته باشه و تا بالا باشه. واسه همین تو اکثر موزیک ویدیو اینا میبینیم خیلی کم پیش میاد یقه باز باشه یا مثلا با لباس زیر و این داستانا باشن. خیلی به نظرم باحاله و یه قانون خیلی باحاله و به نظر من خیلی شیکه. من یکی بسته باشه و خیلی به نظرم شیک و خفنه، ولی جالبه، یعنی از پایین محدود نر ولی این قسمت نباید باشه. جالبه، خیلی باحال بود. حواستون باشه نرین باز ایران. من هر کشوری رفتم به خدا اونا که از همه بازتر و فلان اون هم ایرانی هم کام چیه اون؟ با هوا نمیخوره؟ گفتم که نبازی ها چشم تو چشم کنی، نگاه چشمی تحقیر کردن حساب میشه، انگار نگاه یک رئیس به کارمندشه و اگر شما تو چشم یکی نگاه کنی و حرف بزنی یعنی خودت رو در سطح اون میبینی. مثلا چه میدونم یه آقای رئیسه مثلا شما کارمندی، نگاه کنی خودت در سطح میبینی و توهین حساب میشه. در سطحی ما تو ایران اگر نگاه نکنیم توهین حساب میشه و میگن آقا گوشش با من نیستش، حواسش پرت زشته. اونجا اینجوری حواستون باشه میری نگاه نکنی. من بودم قشنگ اینجوری سلام رئیس جمهور کره هستین، خسته نباشین، روز شما بخیر، من یه ایرانی هستم میخوام برم کیمچی بخورم. همونجا در جواب گفتم زندان میسین. مثلا من زندان رفتن خوراک تو کره فقط دستگیر زیاده. تو کره سلسله مراتب سنی خیلی مهمه، مثل ایرانیاست میگم بزرگتر به احترام بذارید این داستانا، ولی خانم های سن بالای کره ای مثلا که خیلی تو مخن و هیچ وقت نباید رو حرفشون حرف بزنی. عموما وقتی توی محله تو کره دعوا میشه به نفع محلی ها و سن بالا اونجا کلا تموم میشه، حتی حق باشه نباشه میگن حتما دا درست میگه. یارو میگه کثافت عوضی مرض، چرا موهات کوتاهه، همین الان کچل کن، بعد کچل کن حق با ایشونه. خیلی احترام قائل میشن، احترام به بزرگتر خیلی واجبه، منم خیلی قبول دارم. این یکم عجیب بود این داستان، نمیدونم خود کره‌ام خیلی وقتا از این قضیه خیلی مینالیدم. من داشتم تو اینترنت نگاه می‌کردم، اوکی نبودن خودشونم. رسوم درست و غلط وجود داره هر کشور دیگه، اینم یکی از رسومه. آخ یه قانونی که من خیلی دوستش دارم اینه که شما هر جایی نمیتونید سیگار بکشید، چون من خودم از سیگار، من اصلا دود و اینا کلا متنفرم و بدم میاد. از نظر فقط نظر شخصیمه، یعنی اصلا نمیگم چی بدش بود، از نظر شخصی من خیلی بدم میاد اینکه آقا شما هر جایی حق نداری سیگار بکشی و این خیلی خوبه. من خیلی جاها میرم و واقعا یه موقع اذیت میشم، ولی خب چون تو کشور ما کاملا آزاده اصلا هم حرفی نمیزنم و طبق قوانین کشور خودم زندگی میکنم. ولی تو کره یه سری مثلا جاها تو خیابون هستش آقا یه مستطیل وجود داره نوشته که اینجا میتونی سیگار بکشی، یا یه فضا فقط اینجا میتونی سیگار بکشی و من این قانونو خیلی دوست دارم. این میشه احترام به هر کسی، هوا واسه همست دیگه، من دوستام هوای سالم تنفس کنم. من این قانونو خیلی دوست داشتم. جراحی تو کشور کره خیلی مرسومه، از هر 5 زن یه زن قطعا جراحی میکنه و اینکه مردم همینطور هدیه فارغ التحصیلی حتی جراحی میدن. من اینم اوکی ام، به نظر من چیزی که میتونه زیبا کنه، قشنگ بکنه، به نظر من اوکی. من این برادرم تو ایران هم خیلی جراحی زیاده، خود منم یکی از حسودای پلاستیکی ام، جراحی پلاستیک داشتم. والا آقا من گفتم که مسواک خیلی استفاده میکنن و به شدت زیاده، واسه اینه که هزینه دندون پزشکی و زیبایی دندون اینا خیلی زیاده. ببین چقدر زیاده که واسه کره‌ای با اون سطح درآمد و حالا اقتصاد خوبی داره زیاده. یعنی من برم دیگه قشنگ بوم. سلام خسته نباشی، 28 میلیارد تومان آوردم واسهتون واسه هزینه. بربر مفت خیلی مناسب عالیه، واسه همین دیگه، واسه همین بعد خیلی رعایت کردن دیگه. این چیز خیلی جالبی بودش، به نظرم خوبه، به نظرم خوبه اصلا، باعث بیشتر رعایت کردن اونجوری خوبه، واقعا فرنشش خوبه. چیز خیلی بالی وجود داره و شبیه ایرانیاس این قضیه. کره‌ای‌ها به آرایش خیلی اهمیت میدن، یعنی به پوستشون و چهرهشون و این داستانا خیلی اهمیت میدن و بدون آرایش یا حداقل روتین پوستی اصلا بیرون نمیرن. مردها هم قطعا باید موهاشون درست کنن برن بیرون. من شینو که اومده بود ایران کلاش برداشت، میگفت نه خیلی موام، گفتم اوکیه. حالا خودم من خیلی قرتی ام و به موهام اینا خیلی اهمیت میدم، ولی گفتم اوکی این داستان، گفت نه اصلا دوست ندارم. و فهمیدم که خیلی به موهاشون اهمیت میدم و از این نظر من تو کره خیلی برجسته و جذاب به نظر میام، چون خیلی خودم اهمیت میدم. دوست دارم کلا من اینو دیگه نمیتونم، اونجا فقط از اینترنت اکسپلورر استفاده میکنن. من کروم میخوام، من موزیلا میخوام، اصلا موزیلا من کروم میخوام. من اینو نمیتونم، این کنسل میشه. خب دانلود کن ساعت بیشتر دیگه، چی از نمیت لود نمیکنه. یه قانونی هم داره که عین ایران تو 28 سالگی همه مردم 21 ماه اجباری برن سربازی،
مثل ایران دیگه. من کلا اینو قبول ندارم تو نه تو ایران نه تو هیچ کشور دیگه. هیچ اجباری نباید تو این قضیه وجود داشته باشه. من رفتم، خوبش هم رفتم، زحمتش بدبختی هم کشیدم، ولی آره. بعد تو ایران 18 سالگی واسه اونجا 28 سالگی. تو کره به زنان باردار خیلی اهمیت داده میشه. یه کارت اعتباری میگیرن $500 توشه. و اینکه هزینه ها رو پرداخت میکنن و این داستانا واسه شون و اینکه کوپن هم میگیرن، جای پارک مخصوص داره، تو مترو هم جا داره واسه نشستن. خیلی بهشون اهمیت میشه. چیزی که تو ایران اصلا اهمیت داده نمیشه. اصلا انگار نه انگار میراث این مملکته. یاد بگیرین از ذره. میرم کره، میرم کره بچه دار میشم. میرم کره بچه میارم تا حال تو بفهمی. میراثم میارم اونجا میارم. عجب قانون خوبی. تست کردن غذا تو خاربار فروشی سوپرمارکت کلن اوکی و آزاده. هر چقدر بخوای میتونی تست کنی. این خیلی خوبه ها. الان ما مثلا میگیم آقا یه دونه نه دیگه بخریم. آقا میخوام ببینم این چه مزه میده. شاید مزه زهرمار بده. شاید بخوام اینو بخورم. میخوام ببرم واسه خانواده‌ام. شاید مزه کثافت بده. بذار تست کنم اونو. آره دیگه. و اونجا کاملا همه مواد غذایی آزاده و این بیگ لایک اصلا بی‌نظیر. به نظرم این فوق‌العاده است. بله. این بود چند تا عادت و قانون کره جنوبی که من تقریبا 70% شاید نتونم انجامشون بدم و تلاش با بکنم، ولی تلاش خودم میکنم. به نظر من خیلی توی کشور ما معروف شده این قضیه، جدا از اینکه آقا میتونی کنسرت BTS بری اونجا، کنسرت EXO بری اونجا، حال کنی، غذاهای باحال بخوری داستان، ولی سختی‌های خودشو به شدت زیاد داره. بچه‌ها هیچ مهاجرتی آسون نیست. من دوستای زیادی توی این زمین داشتم، حتی کره رفتم. واقعا میدونم براتون خیلی جذابه، موقعیت‌های خفنی داره، از دور خیلی همه چی شاید خیلی جذاب باشه و خوب نشون داده بشه، اما سختیاش خیلی زیاده. هیچ آسون نیستش. معلی من میخوام الان پاشم برم. الان به زامیات زنگ میزنم. شما دارم کره. الو زامیات، دارم راه میافتم. قوانین خوندم. سخت نه ولی میام. نه اینا نمیزنن دکمه رو. اینا دکمه رو نمیزنن. اینا کلا خوش خوشانشون شده. من مریض میشم تب دارم. همش خوشم. آره نمیزنن دکمه. الان من میام کره. دست من راحت شد. زامی آره. این بلی هیفه بس. آره قربونت دارم. اوپا قربونت دارم. سلام کی. Okay.